مؤسسه تحقیقات قلعه سلاح سازمان ملل متحد در وبیناری با مشارکت گروهی از محققان و کارشناسان چالش های پیش روی برنامه ایجاد یک منطقه آری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه و تجارب به دست آمده از توافق هسته ایران و قدرت های جهانی در مسیر دستیابی به این هدف را به بحث گذاشت. در وبینار مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد مارک فیتس پاتریک از انستیتوی بینالمللی مطالعات استراتژیک تاکید کرد درسهای های زیادی از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهان یا برجام اندوخته شده که میتواند در روند مذاکرات برای توافق بر سر ایجاد یک منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خبر میانه و راستی آزمایی موثر آن مفید باشد. <applause> بزرگترین درس راستی آزمایی موثر است در برجام نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی از پروتکل‌های موسوم فراتر رفته و نظارت بر چرخه تدارکات نظارت بر روند تولید و ذخیره سانتیفیوژها و نظارت بر فعالیت‌های دیگر را در بر می‌گیرد که می‌تواند الگویی برای دیگر معاهدات منع گسترش از جمله سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه قرار بگیرد نبیل فهمی وزیر خارجه مصر اما بر این باور است که چالش های تکنیکی و راستی آزمایی برای رسیدن به توافق بر سر یک منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی در منطقه خاورمیانه میانه هرچند مهم اما از اولویت برخوردار نیست. ایجاد یک منطقه آری از سلاح های کشتار جمعی چالش بزرگتری است که بیشتر سیاسی است تا فنی و رسیدن به آن در گروه جلب توافق اول اسرائیلی ها، دوم ایران و بعد دیگر کشورهای منطقه خواهد بود مؤسسه تحقیقات خل سلاح سازمان ملل متحد پروژه ایجاد یک منطقه آری از سلاح های کشتار جمعی را در اکتبر 2019 آغاز کرد و به باور کارشناسان و تحلیلگران تحقق احتمالی آن نه فقط سالها بلکه نسلها طول خواهد کشید.